پهپاد ابابیل دو اولین پهپاد انتحاری و یا مهمات سرگردان ساخت ایرانه که تاریخچه اون به دهه 1990 برمیگرده. ابابیل دو در واقع برگرفته شده از پرنده‌ای به اسم ابابیل یک که هیچ عکس رسمی از اون وجود نداره و تنها گفته میشه یک طرح ابتدایی در دوران جنگ ایران و عراق بوده که هرگز وارد خدمت نشده و البته برخی منابع معتقدن ابابیل یک در واقع پیش نمونه ابابیل دو بوده. ابابیل دو در میانه دهه 1990 وارد خدمت شد و از دو دهه بعد تبدیل به پهپاد انتحاری نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق و یمن شد که بارها بر ضد نیروهای آمریکایی و اسرائیلی به کار گرفته شد. بر اساس گزارشاتی پهپاد ابابیل دو در سال 1997 اولین پرواز خودش را انجام داد. برخی از گزارشات میگن که اصلا این پهپاد در سال 1992 وارد خدمت تولید شد. ولی مشخصا تا اوایل دهه 80 شمسی این پهپاد چندان فراگیر نبود. پهپاد ابابیل دو دارای بدنه استوانه شکل و ترکیبی از دو بال بزرگ در انتهای بدنه و دو کانال در جلوی اون باعث پایداری بیشتر این پهپاد و چالاکی بیشتر اون میشه. بدنه از کامپوزیت ساخته شده، اگرچه برخی از نسخه ها به دست اومده از گروه های مقاومت با بدنه ای از ورق های فلزی سبک آلومینیومی ساخته شده. پهپاد دارای یک موتور پیستونی در انتهای بدنه با یک ملخ دو تیغه است. این موتور پیستونی دو سیلندر از نوع WAI 342 ریشه در خارج از ایران دارد، ولی بعدها در ایران تولید شد که یک موتور سبک 25 اسب بخار است. ابابیل با این موتور میتونه به بیشتر از سرعت 370 کیلومتر در ساعت برسه، اگرچه سرعت پرواز کروز اون حدود 320 کیلومتر در ساعت است. پهپاد دارای 2 متر 80 سانتی متر طول است و وزن کامل اون 83 کیلوگرم عنوان شده که از این میان کلاهک جنگی اون حدود 30 کیلوگرم است که شامل یک کلاهک انفجاری قوی ترک شونده است. البته این پهپاد در انواع مختلف شامل هدف پرنده‌ای برای آزمایش پدافند هوایی، نسخه شناسایی و انتحاری ساخته شده و تمامی نسخه ها از قرار توان حمل 30 کیلوگرم محموله رو دارن که ممکن است شامل یک کلاهک جنگی یا تجهیزات شناسایی باشه. پهپاد از یک خودروی بنز 911 روی ریل پرتاب میشه، اگرچه حامل‌های مختلفی از اون وجود داره. برای نمونه نسخه‌های در ایران به نمایش در اومده که روی یک خودروی تاکتیکی تویوتا و یا کامیون‌های مختلف پرتاب شده. پهپاد برای پرتاب از یک بوستر کمکی راکتی استفاده می‌کنه تا به پرواز در اومده و با موتور پیستونی خود به حرکت ادامه بده. ابابیل قابل بازیابی بوده و میتواند با سرعت 4 متر بر ثانیه نیز از چتر نجات خود برای بازیابی در آسمان استفاده کنه که در میانه بدنه قرار داره. ابابیل دو در مرحله اول به عنوان یک هدف پرنده برای تست پدافند و تمرین پدافند ساخته شده بود. بعدها نسخه های شناسایی و انتحاری اون وارد خدمت شد. هدف پرنده اون برای اولین بار در سال 2001 به نمایش در اومد. مدتی بعد نسخه به نام ابابیل اس نیز وارد خدمت شد که نسخه شناسایی بوده که در زیر دماغه خود داره یک دوربین با قابلیت چرخش داره. این نسخه احتمالاً داره دوربین با توان دید حرارتی است و همونطور که گفته شد قابل بازیابی بوده و با چت میتوان اون رو بازیابی کرد. ظرفیت سوخت داخلی اون 16 لیتر عنوان شده و داره 2 ساعت مداومت پرواز است و برد اون به 120 کیلومتر نیز میرسه و در واقع میتونه تصاویر رو احتمالاً در این برد به مرکز هدایت ارسال کنه. دو نمونه نسخه انتحاری ابابیل اون دیده شده، یک نسخه که در خدمت نیروهای مسلح ایرانه ولی تعداد اون کمتر از نسخه هایی مثل شاهد 136 و یا آرش است که برمیگردد به برد محدودتر اون. نسخه موجود در ایران هیچ فرقی از نظر ظاهری با دو نسخه قبلی نداره، تنها دارای یک دوربین حرارتی در جلوی دماغ است که نشان دهنده هدایت همزمان بودن این پهپاد است. ولی یک نسخه دیگر از این پهپاد وجود داره که بیشتر در اختیار نیروهای نیابتی ایران است که به ابابیل تی مشهور است. این نسخه متشکل از 2 سکان عمودی شامل 1 سکان بر روی هر بال است و دارای سکان عمودی مرکزی بدنی نیست. این نسخه دارای سیستم هدایت درونی است و با ماهواره هدایت می شود. از این رو برای درگیری با اهداف ثابت میدان جنگ کاربرد دارد و حدود 120 کیلومتر برد داره و در حزب الله به اسم مرصاد 1 و در نیروهای حوثی یمن به اسم قاسم در حال خدمت است. پس از حمله حوثی‌ها به زیر ساخت‌های نفتی عربستان در 14 سپتامبر 2019 عربستان سعودی جت‌های جنگنده F-15 مجهز به موشک را موظف کرد تا پهپادهای کم پرواز را رهگیری کنند که رهگیری اونها با سامانه‌های موشکی در ارتفاع بالا مانند پاتریوت دشوار است.
از اون زمان تا کنون چندین پهپاد سرنگون شده. در هفته مارس 2021 در جریان حمله حوثی‌ها به چندین تأسیسات نفتی عربستان، هواپیماهای F-15 سعودی چندین پهپاد مهاجم رو استفاده از موشک‌های ساید واندر سرنگون کردند که با شواهد ویدئویی حداقل دو پهپاد آصف 2 را سرنگون کردند. در 3 مارس 2021 ویدئویی که توسط مرزبانان سعودی تهیه شده بود نشان داد که یک فروند F-15 سعودی یک پهپاد قاصد 2 حوثی‌ها را با موشک هوا به هوای رادار فعال امرام با قیمت نزدیک به 1 میلیون دلار از برد کوتاه ساقط شد.